نظر شما در شرایط فعلی کشور مهمترین ضرورت حمایت مردمی از کالاهای داخلی چیست؟ 1. ایجاد اشتغال بیشتر. 2. مقابله با تحریم‌های دشمن. 3. افزایش توان اقتصادی کشور. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال کنید. ابراهیم آسایش، متولد 1331 در رشت. پدر کارآفرین مهمان این برنامه یک خیاط ساده در رشت بوده است. ابراهیم آسایش در سال 1352 فوق دیپلم کشاورزی گرفت و برای ادامه تحصیل به پاکستان و هند رفت. وی در سال 1358 در کارخانه شیر پاستوریزه رشت بدون دریافت دستمزد مشغول به کار شد، اما در این کار آنقدر از خود لیاقت نشان داد که فقط یک سال بعد به عضویت در هیئت مدیره این شرکت درآمد. کارآفرین مهمان امشب در سال 1370 تولیدی متعلق به خود را در یک کارگاه 60 متری و با 4 کارگر احداث کرد و دستگاه بسته‌بندی لبنیات هم ساخت. ابراهیم آسایش به عنوان یک کارآفرین همیشه به کیفیت محصول و فناوری روز اهمیت می‌دهد، به طوری که در طول 32 سال کار بارها خدمات فنی و کارآفرینی وی در صنعت لبنیات ایران مورد تقدیر مسئولان کشور قرار گرفته است. همکنون نانآوران 240 خانواده در کارخانه لبنیات ابراهیم آسایش مشغول کار هستند. خب بینندگان عزیز، اگر از آقای آسایش سوالی دارین حتما برای ما پیامک بزنین، هر مطلبی هم دارین 30111 آماده دریافت است. آقای آسایش سلام، خیلی به برنامه ما خوش اومدین. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز شبکه یک اسلام. خیلی ممنون. آقای آسایش شما چرا خیاط نشدین برخلاف پدر؟ خیلی مایل بودم، یعنی من به شغل پدرم خیلی علاقه‌مند بودم. اصلا بلد این خیاطی چیزی یا نه؟ نه چیزی بلد نیست. چطور شد رفتین تو رشته لبنیات؟ خدمت شما، من سربازی رشته دوره سربازی و توی سپاه تربیت گذراندم، در نتیجه رشته چای خوندم، به اصطلاح رشته چای رو. برای همین هم رفتین هند و پاکستان؟ بله. بعد قصد داشتم که برم چای بخونم، بعد خدمت شما تصمیم گرفتم که رشته صنایع غذایی بخونم. رشته صنایع غذایی که خوندم، اوایل انقلاب اومدم، یعنی فروردین 58 وارد ایران شدم و رفتم استانداری وقت و اونا گفتم که من میخوام بیام اینجا مجانی کار کنم. که هدفتون چی بود؟ میخواستین نفوذ کنیم؟ نه خیر، والا یا اونا استخدام نمی کردن؟ نه خیر، اصلا شرایط خاصی بود، یعنی اوایل انقلاب واقعا شرایط خاصی بود، یعنی ما اومده بودیم که تو این مملکت خدمت بکنیم، کمک بکنیم. با این نیت در واقع رفتیم. آقای آسایش، چرا همونجا نموندین؟ خب بالاخره شما اونجا میتونستین به مدارج بالا برسین، یه حقوق خوبی هم بگیرین، زندگی خوبی هم داشته باشین. این که اونجا رو ول کنیم بریم یه کارگاه 60 متری بزنیم خیلی زحمت داره. بله. میدونی چی میخوام بگم؟ بالاخره زندگی آدم روی یه چیزی تنظیم میشه. مثلا من هیئت مدیره این شرکت لبنیاتم، بالاخره امکاناتی، ماشینی، درآمدی، جایگاهی. این که اینا رو ول کنم برم یه کارگاه 60 متری با 1001 گرفتاری بزنم، چرا این کارو کردم؟ والا تو کشورهای مثل هند و پاکستان که ما درس خوندیم، دیدیم اساتیدی می اومدن با دوچرخه، ما دوچرخشون رو در کلاس درس پارک می کردن، بعد می اومدن سر کلاس، ما می پرسیدیم ایشون کیه، گفتن این آقای دکتر 5 پیپر تو دنیا داره و واسه کشورش می خواد خدمت بکنه، واسه همین اومده. واقعا دوزاریمون اونجا افتاد.
یعنی واقعا به این فکر افتادیم ما کجا بودیم، چی کار داشتیم میکردیم. به محض این که درسمون تموم شد و شرایط به اصطلاح کشور تغییر کرد، ما سعی کردیم که اول بیاییم اینجا کمک. در واقع ما همین که رفته بودیم در واقع میخواستیم که به کارخونهی که تخصص ما رو نیاز داره بیان کمک کنیم، که ما رفتیم یه 4-5 ماهی به اصطلاح اونجا کار کردیم. اونجا شورا اداره می کردن و دلشون سوخت به ما یه حقوق دادن. ما شروع کردیم به کار. بعد از یک سال ما از طرف سازمان صنایع ملی ایران به عنوان عضو هیئت مدیره اونجا انتخاب شد. خیلی موقعیت خوبی بوده. بله. بعد از یه سال عضو هیئت مدیره شدیم. بله بله. خب احتمالا مثلا حقوق و مزایای خوبی هم داشتین. چرا ول کردیم؟ عرض می‌کنم ما 10 سال اونجا کار کردیم، تجارب کافی رو کسب کردیم. بعد دیدم که حتی کار خیلی خوبی کردین. بله. یعنی من بله. به شدت موافقم. بله. کار خوبی کردین. خدمت شما. بعد از 10 سال که ما کارخونجات رو به اصطلاح یه بخشش رو تحویل دادم به صاحب کارخونشون، من در این فکر بودم که ما باید یه واحد تولیدی داشته باشم خودم، از کمم شروع کنم. راستش در سال 1369 سیلی اومد. کارخونه آبلی رو از بین برد. دو سال مردم دیگه یادشون رفته بود که تو این کشور دوغ آبلی بخورن. دوغ بخورن. دوغا به صورت فله و عرضه می شد. من به این فکر افتادم که این محصول رو دوباره به اصطلاح سرزندش کنم و از این محصولی که به اصطلاح به صورت فله فروخته میشه من یه ارزش افزوده دوغ میزنیم. شما بله ما تولید دوغ داریم. بله. خدمت با ساعت شما. ما اومدیم در واقع اینو یه بسته‌بندی خیلی به اصطلاح یه بسته‌بندی خاصی براش ایجاد کردیم، شروع کردیم و اینو تولید کردن. بعد از یک سال تولید کردن اینو به بطری وارد یه سری بطریایی که الان عام هستش. آها. این کار خودمون بوده. پس اولین بار شما شروع کرد. بعد دو سال بعدش فکر کردیم که چرا این دوغ نوایستی تو بطریای خانواده باشه. به این فکر افتادیم که این بطری به اصطلاح دوغ در بطریای خانواده عرضه کنیم. بعد به این فکر افتادیم چرا این محصول نباید استاندارد باشه. اون موقع استاندارد دوغ اجباری نبوده. ما رفتیم درخواست کردیم با توجه به تخصص بنده که صنایع غذایی بوده، درخواست کردم که این محصول رو استانداردش بکنیم، که واسه همون محصول ما به اصطلاح اولین دوغ استاندارد شده در ایران هست. بازارتون خوبه آقای آسایش؟ بله. یعنی شما هر چی تولید می‌کنی میره؟ بله. اگه ظرفیتتون رو مثلا دو برابرم کنین میره؟ بله می‌تونیم. این به خاطر اینه که مردم بیشتر ترجیح میدن الان دوغ بخورن تا نوشابه، یعنی فرهنگ سازی هم شده، یا اینکه شما محصولتون خیلی خاصه؟ خدمت شما. اولا که فرهنگ سازی شده، بعد محصول ما یه مقدار خاصه. بله. و همکارای شما که شرکت‌های دیگه که دوغ می‌زنن، اونا هم انقدر فروش دارن، بازار خوب دارن، یا مال شما فقط اینه؟ نخیر اونا هم فروش دارن، ولی ما یه روش خاصی رو به اصطلاح برای تولید انتخاب کردیم، اونم دوغ گرما ندیده است. یه خورده کار ما سخت‌تره. ولی یعنی چی دوغ گرما ندیده؟ دوغ گرما ندیده دوغیه که فقط شما به اصطلاح ماست پاستوریزه رو با آب پاستوریزه و عرقیات بهش اضافه می‌کنید، بسته‌بندی می‌کنید، دیگه هیچ به اصطلاح دخل تصرفی درش انجام نمیدید. ولی که دوغ گرما دیده دوغایی هست که بعضی که تولید میشن دوباره یک حرارت دیگه بهش داده میشه یا پاستوریزه میشه، در واقع عمرشو میبرن بالا. آقای آسایش، این مدت حتما شما هم شنیدین که میگن تو شیر و بعضی محصولات لبنی وایتکس یا نگهدارنده‌های شبیه این می‌ذارن. یکی از کارشناسان صنایع غذایی میگفت دوغ هم همینطوره. بعد استدلالش این بود، میگفت دوغ هیچ وقت توی ظروف تلقی که حالت مثلا پته در واقع شفاف داره در معرض آفتاب بیشتر از 24 ساعت 48 ساعت نمیتونه بمونه. این که شما میبینین تو پت میذارن جلوی آفتاب و مثلا یه ماه هم مصرف داره، اینا همه با وایتکس و برای سلامتی خیلی مضره. راسته این حرف؟ چون کارخونجاتی که به اصطلاح دارای پروانه های بهداشتی هستن به هیچ وجه این کارو نمیکنن.
عرضم به حضور شما اون روش گرمادیده است که با اون روش گرمادیده میان دوغ بهش طول عمر میدن. در نتیجه البته این کار رو بنده قبول ندارم به دلیل اینکه ظروف تلقی در واقع در مقابل گرما در مقابل نور خورشید کلور آزاد میکنه و اون برای انسان سیاد. مال شما چیه ظرفای ما پی ای تی هستش و محصول ما رو بایستی حتما در یخچال نگهداری بشه. چرا باکتری های زنده توشه درست. ما چون پاسوریزش نمی کنیم به محض اینکه گرما ببینه هم گازدار میشه هم ترش میشه. خیلی ممنون. گزارشی رو از محل کار و زندگی آقای آسایش با هم ببینیم و برگردیم صحبت همون رو ادامه بدیم. به نظر شما در شرایط فعلی کشور مهمترین ضرورت حمایت مردمی از کالاهای داخلی چیست؟ 1. ایجاد اشتغال بیشتر. 2. مقابله با تحریم‌های دشمن. 3. افزایش توان اقتصادی کشور. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال کنید. از خصوصیات بارز آقای مهندس اینه که ما یه صندوق انتقادات پیشنهادات داریم که اونجا نظرات خودمونه میدیم. ویژگی و بارز بودنش اینه که آقای مهندس شاید همون روز جواب نظرات انتقادات پیشنهادات ما رو میدن که این برای ما خیلی جای تعجب داره و خیلی این که چون چقدر اکتیف هستن که هر روز نامه های ما رو میخونن انتقادات و پیشنهادات ما رو گوش میدن و به موقع به ما جواب میدن. من حتی جای دیگه شنیدم که شاید سالها اون نظرات انتقادات همونجا میمونه. همیشه این چیز در نظرشون هست که ما قبل از این که فردی رو بخوایم تنبیه کنیم ابتدا بهش آموزش بدیم، یعنی فرد رو از خطایی که انجام میده آگاه کنیم، راهکارهای مناسب رو به فرد بدیم، حتی چندین بار اون فرد میتونه اون خطا رو انجام بده تکرار کنه بعد ازش کار بخوایم. الان ساعتی چقدر میزنه؟ داره دلیسته. من به شخصه اگر مقایسه میخواه بکنم ایشون رو بیشتر وقتی در داخل سالن میبینم حتی نمیشه گفت ایشون حتی به عنوان نقش مدیریت عامل هستن، چون خیلی با علاقه اشتیار و پشتکار داخل خط تولید دارن فعالیت میکنن، کاملا دلسوزانه نسبت ما و نسبت کالیه پرسنلی که اینجا مشغول هستن، واقعا نگاه ویژه‌ای دارن، هم به امکانات شخصی و رفاهی پرسنل نگاه ویژه‌ای دارن. این باعث میشه کلیه پرسنل هم از ما و کلیه مجموعه سارا بتونن با علاقه و اشتیاق خاصی در این زمینه با هم کار بکنن تا بتونیم به اون چیزی که واقعا بهش بخوایم به اون نحو احسن ما انجام بدیم. ایشون اولین تولید کننده دوغ استاندارد در ایران هستن که تونستن با توجه به علم و اطلاعاتی که داشتن یک محصولی که بر از نظر اداره استاندارد مورد تایید باشه تولید کنن. تقریبا همه خانواده به نحوی از جمله مادر خانواده و بقیه برادرم و برادر دیگر من هر کدوم به نحوی کمک داریم میکنیم تو این زمینه. واقعا سعی و تلاش پشتکار ایشونه که این انگیزه رو در ما ایجاد کرده که بتونیم یک محصول با کیفیت تولید کنیم برای مشتریای خودمون و بتونیم مشتریای خودمون رو راضی نگه داریم. هیچ وقتی هم برای پرسنلی که دارم باهاشون کار میکنم به عنوان یک کارفرما و کارگر باهاشون برخورد نمیشه، همه رو عضو خانوادهشون میدونن. خیلی خب، نتیجه نظرسنجی رو تا اینجا ببینیم آقای اسفندیاری به ما بگن. نظرسنجی اون گزینه افزایش توانی اقتصادی کشور گزینه 3 تعداد آراش بیشتر شد.
به نسبت حالا ابتدای برنامه، همچنان دارن بینندگان ما میفرستن، حالا فرصت دارن که شرکت بکنن توی مسابقه ما. خیلی ممنون. آقای آسایش، گفتین از یک کارگاه 60 متری شروع کردین، الان کارخونتون چند متره؟ حدود 3000 خورده متر. خب چقدر دستگاه و ماشینالات توش نصب کردین الان؟ عرضم بزرگ شما توان تولید ما یه چیزی هلوهوش 150 هزار بطر در روزه. در روزه. بله. بطر خانواده یا بطر کوچیک؟ من به اصطلاح مخلوط اینا. خب این چند درصد سهم بازار دوغ ایرانه؟ عرضم بزرگ شما ما سهم بازارمون در واقع یه چیزی حدود 15-20 درصد. 20 درصد. بله.